دو انفجار پیهم در حومه شهر کندهار امروز 22 کشته و 50 زخمی بر جا گذاشت که بیشترین آنها افراد ملکی گزارش شده است. حکومت افغانستان گفته است که این حملات انتحاری بوده و حمله دوم که به تعقیب حمله اولی در عین محل صورت گرفت بیشترین تلفات را در بر داشت. این دو انفجار در نزدیکی پایگاه هوایی کندهار و شاهراهی کندهار سپین بولدک صورت گرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه این حملات را شدیداً محکوم کرده است. جنرال عبدالرازق قمندان امنیه کندهار میگوید چراله چې دا غوډه کومک ته پاره دی خپل وحشت او ظلمانه عمل یو ګټ پلم تکرار کوي دا غسر بیره چې اوس موږ دغه سه یو کسه شهیدان لرو او 50 کسه زخمیان لرو. مسئولیت این حمله دوگانه را طالبان بر عهده گرفتند. شاهدان واقعه میگویند این دو انفجار در نزدیکی یک هتل به وقوع پیوست. یو پچا وسو په هتل کې نو موږ ورته راوز غسل دلته همسایګان مو خوش سوي و موږ د دې سره مرسته کوو. عدلیه ولاړ و چې بل پچا وسو دا بل پچا وسو سره بره قرار موږ سره وزغستله خو خدای ماته ژوند نه کړي زه خپله خواته وغورځولم. بیا یو شپاړس کسان شیدان و نه او هغه نور چې و هغه ټپیان و هغه م سره ورپورته کړله د کلي اردو ته یې واستوله. طبق یک خبر جداگانه مقامات افغان امروز خبر دادند که حداقل 15 فرد ملکی شامل زنان و اطفال و همچنان 7 طالب در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت لوگر کشته شدند.